مهدی میثاقیه تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران در سال 1306 در تهران زاده شد. او در سال 1330 با بازیگری وارد سینمای ایران شد و در سال 1332 با همکاری برخی دیگر استودیو فیلم کارون را تأسیس کرد. استودیو میثاقیه توسط او در سال 1338 تأسیس شد و بسیاری از فیلم‌های آن زمان در این استودیو تولید شدند. او همچنین مالک سینما کاپری، بهمن کنونی و سینما فرهنگ بود. از فیلم‌هایی که او نوشته و کارگردانی کرده میتوان مرد هنجر طلایی و انسان‌ها را نام برد. برخی از فیلم‌هایی که تهیه کرده عبارتند از ماهی‌ها در خاک می‌میرند، برهنه تا ظهر با سرعت، گوزن‌ها، خاک، بلوچ، پستچی، حکیم باشی، محلل، حادثه جویان و شب‌نشینی در جهنم. یکی از مهمترین فیلم‌های میثاقیه که انقلابی در سینمای ایران به وجود آورد، سلطان قلب‌ها با حضور فردین بود. میثاقیه سینما فرهنگ را قبل از انقلاب به بهروز وثوقی فروخت و سینما کاپری پس از انقلاب مصادره شد. استودیو میثاقیه هم مصادره و به بنیاد سینمایی فارابی تبدیل شد. پس از این تحولات بسیاری از فیلمنامه‌های موجود در استودیو میثاقیه به نام دیگران به تصویب رسید و پیگیری‌های نویسندگان اصلی نیز ثمری نداشت. میثاقیه پس از انقلاب 57 به دلیل بهایی بودن به زندان رفت. با تلاش و راهنمایی‌های نصرت کریمی که با او همبند بود، مذهب خود را تغییر داد و این اتفاق یکی از دلایل آزادی او از زندان بود. مهدی میثاقیه سالهای پس از انقلاب را در فقر سپری کرد و تلاش‌هایش برای باز پس گرفتن حق خود به نتیجه‌ای نرسید. مهدی میثاقیه سرانجام در سال 1370 چشم از جهان فرو بست. موسیقی